دوستان و همراهان همیشه کانال حسین نظری MMA بلگراد هستیم. سربستان مسابقات قهرمانی جهان، یه ویدیوی دیروز تو رسانه ها پخش شد، تو اینستاگرام پخش شد که یکی از عزیزان بعد از باخت رضا گرایی، که از عاشقان کشتی بعد باخت رضا گرایی، چه گریه‌ای داشت میکرد، چه اشکی داشت میریخت. بریم ویدیو رو با هم ببینیم. ما اتفاقی این دوست عزیزمون رو پیدا کردیم، تو سالن بود، ازشون خواستیم که مصاحبه بگیریم باهاشون. خب دوست عزیز، خودتون رو معرفی کنید، از کجا تشریف آوردین و حسی که اون موقع داشتی که گرایی کشتی رو واگذار کرد، چرا اینجوری داشتی گریه میکرد؟ واقعا خود منم بغضم گرفت، کل مردم ایران بغضشون گرفت، چی شده بود؟ سلام، با عرض درود خدمت مردم عزیز ایران. آره خب واقعا خیلی لحظه سختی بود. من عباس نیکنام هستم، از کانادا اومدم. بعدش خب واقعا توی این مسابقه، مخصوصا مسابقه های گرایی، خیلی چون ما چاریچ هم خب جلو بودیم دیگه، بعد اون اتفاقات که افتاد خب واقعا خیلی خیلی لحظه سختی بود. واقعا من نتونستم واقعا خودم رو کنترل بکنم، چون باخته یه هموطن آدم ببینید، مخصوصا آقای گرایی، خب خیلی سخت بود. واقعا هنوزم که یاد مسابقه دیروز میفتم، واقعا دیشب که اصلا نتونستم بخوابم از ناراحتی. حالا ایشالله که به قول معروف بازی های آزاد ایشالله بچه ها جبران بکنن و زحمت بکشن، دل مردم ایران رو شاد کنن. به امید خدا. این هم هزینه از کانادا اومدین فقط به صرف کشتی؟ ماشاءالله. آره واقعا من کشتی و والیبال رو خیلی دوست دارم، بسکتبال دوست دارم. خب اینا ورزش هایی به نظر من مظلوم جامعه ما هستن، کشتیگیرا واقعا خیلی زحمت میکشن، خواستم ازشون قدردانی بکنم، یعنی حمایتشون بکنم تو این شرایط سخت. امیدوارم که بتونسته باشم یه قدم کوچیکی برای کشتیگیرا و والیبالیستا و بسکتبالیستا برداشته باشم. شما دوست عزیز، شما با همین معمولا دیدیم تو صحنه ها، دیدیم تشویق میکردین، خیلی زحمت ستون رو اون لحظه رو میگیم به ما گرایی وقتی با. برای من انگار که خودم باختم، اما ازشون تشکر میکنیم، قدردانی میکنیم. همیشه اینا به ما برکت دادن و از خدا میخوام که به زندگیشون برکت بده. قدر زحماتشون رو میدونیم، دوستشون داریم. ما به عشق شما از فرسنگ ها اونورتر اومدیم اینجا، به عشق شماها شما رو تشویق بکنیم. شما تو قلب ما جا دارین، یک ذره ناراحت نیستیم از اینکه اینجوری شد. خب یه روز این وره یه روز اون، و همیشه دوستتون داریم، همیشه برای ما با ارزش هستین، با ارزش خواهید بود، خیلی دوستتون داریم. فقط به عشق شما، به عشق ایران اومدیم اینجا. زنده باشید. خدا به شما هم زنده باشید، برکت بده که خیلی زحمت میکشین. زنده باشید. شما آقا پسرتون خیلی زحمت میکشین. صحنه های پشت صحنه ها رو ما میبینیم، چقدر روزها قبل تدارک اینا، قدر شما رو هم میدونیم. مرسی که شما این همه زحمت میکشین. زنده باشین، انجام وظیفه است. به امید قهرمانی تیم آزاد. این هم عاشقان کشتی. دوستان، یا حق.